برنده انتخابات سال 1968 کسی بود که دوران ریاست جمهوریش با استعفا به پایان رسید. اتفاقی که هرگز در آمریکا نیفتاده بود. نیکسون در سال 1960 نامزد جمهوری خواهان بود، اما انتخابات ریاست جمهوری را با اختلافی اندک به جان اف کندی باخت. 8 سال بعد که حزب جمهوری خواه بار دیگر نیکسون را نامزد کرد، در انتخابات برنده شد. سفر تاریخی نیکسون به چین کمونیست در سال 1972 مقدمات عادی سازی روابط دو کشور آمریکا و چین را فراهم کرد. نیکسون به موسکو هم سفر کرد. حاصل دیدارش با لئونید برژنف رهبر شوروی پیمان محدود کردن سلاح‌های اتمی بود. دستاوردهای نیکسون در سیاست خارجی باعث پیروزی قاطع او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1972 بود. ولی هنوز چند ماه از دور دوم ریاست جمهوریش نگذشته بود که رسوایی واترگیت پیش آمد. ماجرا از این قرار بود که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در دفتر حزب دموکرات در هتل واترگیت شهر واشنگتن دستگاه شنود کار گذاشته شده بود. تحقیقات نشان داد که پای مقام‌های کمیته انتخاب مجدد نیکسون در میان بوده. نیکسون دخالت در این ماجرا را انکار کرد، اما دادگاه از او خواست نوارهای صوتی مکالمات را تحویل دهد. در حالی که خطر استیضاح بالای سر نیکسون بود، او تصمیم گرفت استعفا کند. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. پس از استعفای نیکسون، معاونش را تا هلیکوپتر همراهی کرد. در سکوت به کاخ سفید بازگشت و سوگند ریاست جمهوری خورد. فورد با کوهی از مسائل پیچیده مواجه بود. تورم، رکود اقتصادی، کمبود و گرانی سوخت و مناقشات مختلف بین المللی. بخش بزرگی از وقتش هم صرف مسائل مربوط به رسوایی واترگیت شد. فورد نیکسون را مورد عفو کامل قرار داد. فورد در مسائل داخلی همیشه با اعتدال برخورد می‌کرد. در امور مالی محافظه‌کار بود و به روابط بین الملل دیدی ساده داشت. پس از پایان جنگ در کامبوج و ویتنام، کوشید اعتبار آمریکا را در صحنه جهانی احیا کند. با تخصیص کمک به اسرائیل و مصر از بروز جنگی دیگر در خاورمیانه جلوگیری کرد و با آنها قبولاند که بر سر متارکه جنگ به توافق برسند. فورد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1976 از رقیب دموکراتش جیمی کارتر که آن زمان فرماندار ایالت جورجیا بود شکست خورد. برنده انتخابات سال 1976 برای آمریکایی‌ها ناشناخته بود. یک زارع بادام زمینی که فرماندار جورجیا شده بود. کسی که قول داد هرگز به مردم آمریکا دروغ نگوید. کارتر از همان ابتدا می‌خواست رئیس جمهوری متفاوت باشد. او در مبارزه با تورم و بیکاری بسیار کوشید و در پایان دوران ریاست جمهوریش 8 میلیون فرصت شغلی تازه ایجاد شده بود. کارتر کسری بودجه را کاهش و میزان تولید ناخالص ملی را افزایش داد. اما تورم و افزایش بی سابقه نرخ بهره یک رکود کوتاه مدت اقتصادی را در پی داشت. حقوق بشر محور سیاست خارجی کارتر بود. او اصرار داشت که حکومت‌های خودکامه از لهستان کمونیستی گرفته تا ایران پادشاهی فضای باز سیاسی داشته باشند. در لهستان جنبش همبستگی پا گرفت و در ایران حکومت شاه سرنگون شد. I fully expect the Shah to maintain power in Iran and for the present problems in Iran to be resolved. یک دستاورد عمده دولت کارتر امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1978 بود که به صلح میان مصر و اسرائیل منجر شد. تابستان سال 1979، آخرین سال ریاست جمهوری کارتر. صف‌های دراز بنزین نارضایتی آمریکایی‌ها را در پی داشت، اما بزرگترین گرفتاری کارتر هنوز در راه بود. اکتبر همان سال اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن کارکنان آن آغاز بحرانی جدی برای او شد. کارتر پیشنهادهای حمله نظامی به ایران را نپذیرفت. دستور عملیاتی را برای نجات گروگان ها صادر کرد که با شکست آن وجهه کارتر بیش از پیش خدشه‌دار شد. ادامه گروگانگیری در ایران و افزایش تورم در آمریکا ناکامی کارتر را در انتخابات سال 1980 رقم زد. با
با این همه در دو ماه اندی که هنوز در کاخ سفید بود مذاکره برای آزادی گروگان‌ها را ادامه داد. عاقبت 52 گروگان آمریکایی آزادی خود را درست روزی جشن گرفتند که کارتر کاخ سفید را برای همیشه ترک کرد. در انتخابات سال 1980 یک بازیگر سابق هالیوود جیمی کارتر را به سختی شکست داد و رئیس جمهور آمریکا شد. ریگان 69 روز بعد از شروع کارش مورد سوء قصد قرار گرفت. جان سالم به در برد و کارش را از سر گرفت. شوخ طبعی و سرزندگیش در جریان سوء قصد بر محبوبیتش افزود. در دوران زمامداریش آمریکا رنگ رکود اقتصادی به خود ندید. اساس سیاست خارجی ریگان صلح از طریق توانمندی کشور بود. بودجه دفاعی را 35% افزایش داد ولی کوشید رابطه با شوروی را بهتر کند و با میخائیل گورباچوف رهبر وقت شوروی برای کاهش موشک‌های میانبرد هسته‌ای گفتگو کرد. طی جنگ ایران و عراق ناوهای آمریکایی را مأمور اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس کرد. دکترین ریگان را برای حمایت از حرکت‌های ضد کمونیستی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به اجرا گذاشت. اما ماجرای موسوم به ایران کنترا برای دولتش رسوایی به بار آورد. ریگان از جریان غیرقانونی کمک مالی به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که هزینه‌اش از فروش اسلحه به ایران تأمین شده بود ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیروزی در جنگ سرد میراث دولت ریگان بود که با موضع نرم‌تر در قبال شوروی و دوستی با گورباچوف میسر شد. Mr. Gorbachev, open this gate. اما دیوار برلین سالها بعد در سال 1989 و در زمان بازنشستگی ریگان فرو ریخت. انتخابات سال 1988 را معاون ریگان برد. مردی با سابقه ای دراز در سیاست و با شعار افزایش مالیات هرگز. جورج هربرت واکر بوش در زمان ریاست جمهوری خود با تغییرات عمده‌ای در جهان روبرو شد. جنگ سرد پس از 40 سال پایان یافت. دیوار برلین فرو ریخت. اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و میخائیل گورباچوف رهبر اصلاح طلب آن کشور که همواره مورد حمایت بوش بود ناچار به استعفا شد. بزرگترین آزمون برای بوش پدر زمانی پیش آمد که صدام حسین کویت را اشغال کرد. بوش با جلب پشتیبانی کنگره آمریکا و سازمان ملل متحد 425,000 سرباز به کویت اعزام کرد. 117,000 نفر از نیروهای کشورهای دیگر هم به نظامیان آمریکایی پیوستند. پس از هفته‌ها بمباران و 100 ساعت جنگ زمینی، ارتش 1,000,000 نفری عراق شکست خورد و نیروهای ائتلاف تا نزدیکی بغداد پیش رفتند. این پیروزی‌های نظامی و سیاسی محبوبیت بی‌سابقه‌ای برای بوش پدر فراهم آورد. اما نارضایتی از اقتصاد متزلزل، افزایش خشونت در شهرها و کسری بودجه باعث شکست او از بیل کلینتون دموکرات در انتخابات سال 1992 شد. برنده انتخابات سال 1992 مردی بود یادآور ستاره‌های موسیقی راک، مردی که از زندگی معمولی تا کاخ سفید رسید. پیروزی بیل کلینتون و معاونش آلبرت گور دوم معروف به الگور در انتخابات سال 1992 نوید بخش روی کار آمدن نسل جدیدی از رهبران سیاسی آمریکا بود. دو دوره ریاست جمهوری کلینتون طولانی ترین دوران صلح و رونق اقتصادی پیوسته در تاریخ آمریکا بود. ایالات متحده شاهد کاهش چشمگیر بزهکاری و تسهیل ارائه کمک‌های دولتی به نیازمندان بود. کلینتون بودجه آمریکا را که چند دهه دچار کسری بود متعادل کرد. در سال 1998 و به دنبال افشای رابطه کلینتون با یک کارآموز کاخ سفید، نمایندگان کنگره او را استیضاح کردند. با آنکه کلینتون در مورد رابطه‌اش با آن زن دروغ گفت، مجلس سنا رئیس جمهور را برکنار نکرد. کلینتون در مقامش ماند و خطاب به مردم آمریکا از خطای خود پوزش خواست. اما از آن به بعد محبوبیت عمومی‌اش رو به کاهش رفت. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. در زمینه سیاست خارجی، کلینتون با اعزام نیروهای صلح‌بان به بوسنی و مذاکرات فشرده با طرف‌های درگیر به جنگ خونین میان سربها و کروات‌ها و مسلمانان پایان داد و مانع از نسل‌کشی در کوزوو شد. کلینتون برای احیای گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هم تلاش کرد. کلینتون پس از اندرو جانسون
دومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا است که استیضاح شد. رخدادی که بر دستاوردهای دولتش سایه افکند. انتخابات سال 2000 جدل انگیز و پر سر و صدا بود. در رقابتی نزدیک، الگور دموکرات برنده آرای عمومی شد، نه آرای الکترال. کار به بازشماری بخشی از آرای ایالت فلوریدا کشید. با رأی دیوان عالی، یک ماه بعد پسر 41مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. بوش با همکاری کنگره قانونی برای کاهش مالیات حقوق بگیران به تصویب رساند. همچنین قوانینی برای بهبود خدمات بهداشتی و عرضه دارو به سالمندان تصویب کرد. صبح روز 11 سپتامبر سال 2001 تروریست‌ها به آمریکا حمله کردند. آمریکا در وحشت و جهان در حیرت فرو رفت. با پشتیبانی افکار عمومی آمریکا و با جلب موافقت جامعه بین‌الملل، آمریکا و متحدانش به افغانستان که حکومتش در دست طالبان بود و پایگاهی برای آموزش و سازماندهی گروه تروریستی القاعده شده بود، حمله کردند. اندکی بعد حکومت طالبان سرنگون شد و اسامه بن لادن به مخفیگاه رفت. پس از افغانستان نوبت عراق بود، کشوری که بوش آن را در کنار ایران و کره شمالی محور شرارت می‌نامید. هرچند این بار به سری از متحدان به آمریکا نپیوستند، ایالات متحده با همراهی بریتانیا به عراق حمله برد. پس از مقاومتی کوتاه حکومت صدام حسین سرنگون شد، اما پس از آن عراق صحنه بمب‌گذاری‌های انتحاری، حملات تروریستی و جنگ‌های فرقه‌ای شد. سال آخر ریاست جمهوری بوش با چالش‌های بسیار همراه بود. در حالی که آمریکا درگیر دو جنگ بود و هزارها میلیارد دلار بدهی داشت، بحران اقتصادی گریبانگیر آمریکا و کل دنیا شد. بیکاری و رکودی که از پی آمد از زمان بحران بزرگ دهه 1930 بی سابقه بود. با پایان دوره ریاست جمهوری، جورج بوش و همسرش به تگزاس بازگشتند. We are one people, and our time for change has come. انتخابات سال 2008 میلادی در تاریخ آمریکا بی سابقه بود. دموکرات‌ها سناتور جوان و گمنامی را بر هیلاری کلینتون سرشناس ترجیح دادند و او را برای رقابت با سناتور مک‌کین، سیاستمدار کهنه‌کار و خوشنام جمهوری‌خواهان به میدان فرستادند. این وکیل جوان سفید پوست نبود و نامی غریب داشت. باراک حسین اوباما، 44مین رئیس جمهوری آمریکا، دموکرات، ژانویه 2009. باراک اوباما از یک منظر با سایر رؤسای جمهوری پیشین آمریکا تفاوت عمده‌ای دارد. او نخستین آمریکایی آفریقایی تباری است که در طول تاریخ آمریکا رئیس جمهور این کشور شده است. اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکایی آفریقایی تبار و در واقع اولین رئیس جمهوری غیر سفید در تاریخ کشور آشکارا اهمیت قابل توجهی دارد. اغلب تحلیلگران باور داشتند آمریکا 10 سال تا انتخاب اولین رئیس جمهوری آمریکایی آفریقایی تبار فاصله دارد. این دستاورد خارق‌العاده بوده برای باراک اوباما که 5 یا 6 سال پیش از رئیس جمهور شدن آدم شناخته شده ای نبود. کسی حتی نمی‌دانست که او کیست. او سناتوری گمنام بود از ایالت ایلینوی و می‌شد دید که غیر سفیدها هم دور اوباما جمع شدند. بیش از 95% سیاه پوستا هم به او رأی دادند. در انتخاب مجددش در سال 2012 حدود 70% اسپانیایی تبارها هم به اوباما رأی دادند. داستان زندگی اوباما نمونه کاملی از آن چیزی است که رویای آمریکایی خوانده می شود. داستان مردی از طبقه متوسط که در خانواده زحمتکش بزرگ می شود. سخت کار می کند و درس می خواند. وکیلی برجسته و تیزهوش با شخصیت خارق‌العاده و کاریزماتیک. سخنرانی توانا که نامحتمل‌ترین اتفاق تاریخ آمریکا را رقم زد. اوباما توانست رویای 200 ساله را به واقعیت درآورد. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day.
باراک اوباما روز 4 اوت سال 1961 در هاوایی به دنیا آمد. پدرش باراک اوبامای بزرگ متولد و پرورش یافته دهکده کوچک در کنیا بود. مادرش آن دانهام در یکی از شهرهای کوچک ایالت کانزاس بزرگ شده بود. باراک را پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش بزرگ کردند. پدر آن در دوران رکود اقتصادی روی یک سکوی نفتی کار میکرد و بعد از حمله ژاپن به پرل هاربر در ارتش ثبت نام کرد. مادر بزرگ مادری اوباما کارگر خط تولید بمب افکن بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری باراک خانه‌ای در هاوایی خریدند و ساکن آنجا شدند. اغلب رؤسای جمهوری ما از نظر خانوادگی میان حال بودند. لزومی ندارد که آدمی مثل کندی یا روزولت ثروتمند به دنیا آمده باشد تا رئیس جمهوری ایالات متحده شود. یک مثل قدیمی میگوید هر پسر آمریکایی و امروز میشود گفت هر دختر و پسر آمریکایی میتواند امیدوار باشد که وقتی بزرگ شد رئیس جمهور آمریکا شود. در این گفته حقیقت مهمی نهفته است. آبراهام لینکن که شاید بتوان گفت بزرگترین رئیس جمهوری آمریکا بوده، از خانواده میان حال آمده بود. رونالد ریگن که بزرگترین رئیس جمهور محافظه‌کاران است هم همینطور. جیمی کارتر و بیل کلینتون هر دو از ایالت‌های جنوبی و خانواده‌های متوسط بودند. لزومی ندارد آدم مثل میت رامنی ثروتمند مادرزاد باشد تا رئیس جمهور شود. والدین باراک در دانشگاه هاوایی آشنا شدند. مادرش دانشجو بود و پدرش با به دست آوردن بورس تحصیلی و در جستجوی آرزوهایش به آمریکا آمده بود. پدر باراک در نهایت به کنیا بازگشت. باراک و مادرش در هاوایی ماندند و چند سالی را هم در اندونزی سپری کردند. سالهای بعد باراک اوباما به نیویورک رفت و سال 1983 از دانشگاه کلمبیای نیویورک در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. باراک اوباما سپس به شیکاگو رفت و در جایگاه یک فعال اجتماعی به مدت 3 سال برای بهبود شرایط محلات فقیرنشین آن شهر کوشید. بعد دوباره به دانشگاه بازگشت و سال 1991 در رشته حقوق از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. پس از آن در شیکاگو به عنوان یک وکیل حقوق مدنی شروع به کار کرد. در دانشگاه شیکاگو حقوق قانون اساسی درس می‌داد و همچنان در خدمات اجتماعی فعال بود. کار وکالت راه اوباما را برای ورود به دنیای سیاست باز کرد. 8 سال عضو مجلس سنای ایالتی بود تا آنکه به سنای آمریکا راه یافت. سال 2004 او سومین سیاه پوستی بود که از زمان بازسازی به عضویت سنا درآمده بود. در سنای آمریکا باراک اوباما لایحه‌ای مربوط به بازسازی اعتماد مجدد مردم به دولت را ارائه کرد. بر اساس این لایحه هر آمریکایی میتواند در اینترنت چگونگی و محل هزینه شدن درآمدهای مالیاتی دولت را ببیند. اوباما که خطر تهدیدهای تروریستی را جدی میگرفت به روسیه سفر کرد تا دوره جدیدی از تلاش برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را آغاز کند. او که از آغاز وابستگی آمریکا به نفت را خطری میدانست که اقتصاد و امنیت کشور را تهدید میکند، کوشید تا با متحد کردن کارخانه‌های خودروسازی، اتحادیه‌ها، کشاورزان، سیاستمداران و احزاب، استفاده از سوخت‌های جایگزین و تغییر استانداردهای سوخت اتومبیل‌ها را ترویج کند. انتخابات 2008. اوباما در رقابت‌های درون حزبی دیگر نامزدهای بالقوه حزب دموکرات را کنار زد و به عنوان نامزد دموکرات‌ها انتخاب شد. مهمترین رقیب اوباما هیلاری کلینتون، سناتور نیویورک و همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین بود. باراک اوباما با سخنرانی گیرایی که سال 2004 در کنوانسیون دموکرات‌ها کرد، در صحنه سیاسی آمریکا درخشید. از آن چشمگیرتر شکست دادن هیلاری کلینتون بود. هیچ کس انتظار نداشت که اوباما بتواند در رقابت برای نامزدی حزب بر دستگاه مجهز کلینتون فائق آید. البته فکر می‌کنم نگرش آمریکایی‌ها به طرز قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده. ما امروز در قبال انواع مختلف انسان‌ها مدارای بیشتری داریم. نسبت به آمریکایی‌های آفریقایی تبار، اسپانیایی تبارها، یهودی‌ها، نسبت به آنچه که 20 یا 40 سال پیش از این بودیم.
مدارای ما نسبت به سیاستمداران زن هم بیشتر شده. نسبت به همجنسگرایان مدارای بیشتری داریم. امروز کسانی در مقامات بالا داریم که آشکارا اعلام کردند همجنسگرا هستند. چیزی که چند دهه پیش هیچگاه شنیده نمی‌شد. به نظرم بخشی از موفقیت باراک مدیون این تغییر نگرش است. البته در کنار شخصیت خود او. البته هنوز گروه‌هایی که متأسفانه با آنها برخورد درستی نمی‌شود، مسلمان‌ها هستند که خیلی از آمریکایی‌ها آنها را با حملات 11 سپتامبر و تروریسم بین‌المللی به خاطر می‌آورند. این قضیه پیچیده است که انتخاب رئیس جمهوری مسلمان برای آمریکا را فعلا نامحتمل می‌کند. بعد از کنوانسیون حزب دموکرات، باراک اوباما همراه سناتور جو بایدن به عنوان یار انتخاباتیش مبارزتش را با شدت هرچه تمام‌تر آغاز کرد. روز 4 نوامبر سال 2008 با اختلاف قابل توجهی در آرای الکترال، جان مک‌کین رقیب جمهوری خواهش را شکست داد و روز 20 ژانویه سال 2009 به عنوان 44 رئیس جمهور آمریکا سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. That I will execute the office of President to the United States faithfully. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. اوباما در حالی به کاخ سفید رفت که رکود اقتصادی بر جهان سایه افکنده بود. او وارث دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق بود که تقریبا همه از آنها ناراضی بودند و وجهه آمریکا در جهان بیش از هر زمان دیگری افول کرده بود. در چنین شرایطی اوباما آرزوهای بزرگی برای آمریکا در سر داشت. اصلاحات مالی، انرژی‌های جایگزین، اصلاح نظام آموزشی و خدمات بهداشتی. در ماهای نخست ریاست جمهوریش لایحه 787 میلیارد دلاری برای نجات از بحران اقتصادی، کاهش مالیات برای خانواده‌های کم درآمد و مشاغل کوچک و اصلاح نظام درمان را در دستور کارش گذاشت. در سیاست خارجی رویکردی متفاوت در پیش گرفت. روابط با اروپا و چین و روسیه را بهبود بخشید و کوشید با ایران و ونزوئلا و کوبا باب گفتگو را باز کند. 21,000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاد و نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کرد. سال 2009 جایزه صلح نوبل گرفت. سال 2011 اوباما اجازه عملیاتی مخفی در خاک پاکستان را صادر کرد. حاصل عملیات نیروهای ویژه کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده بود. Authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. دیدگاه‌های اوباما در سیاست داخلی و خارجی با رؤسای جمهوری پیشین آمریکا تفاوت‌های عمده‌ای دارد. اوباما در زمینه سیاست خارجی منحصر به فرد عمل کرده. فراموش نکنیم که اوباما وقتی وارد دفتر شد، دو جنگ نامحبوب در جریان بود. او یک جنگ را پایان داد و بر شدت جنگ دیگر در افغانستان افزود. سعی کرد راه دیپلماسی را پیش گیرد، به عنوان مثال در مورد ایران. او در مقابل تلاش‌هایی که برای انجام عملیات نظامی برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران می‌شد، مقاومت کرد. به دنبال مذاکره برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه، فشارهای زیادی را از سوی جمهوری‌خواهان متحمل شد. از این نظر با بیل کلینتون شباهت دارد. بیل کلینتون هم نسبتاً محتاط بود، بسیار به دیپلماسی تکیه داشت و جلوی استفاده از نیروهای نظامی آمریکا را در اغلب موارد گرفت. اما البته با تکیه به نیروهای ناتو یک جنگ عمده در کوسوو برپا کرد. در زمینه سیاست داخلی بیشتر شبیه هری ترومن است که بعد از فرانکلین روزولت در میانه دهه 1940 و اوائل دهه 1950 رئیس جمهور آمریکا بود. هری ترومن اولین رئیس جمهوری بود که به سختی جنگید و اولویت اصلیش این بود که برنامه ملی جامع بیمه های خدمات درمانی را برای همه آمریکایی ها اجرا کند. اوباما در زمینه خدمات درمانی موفق بود، اما دستاورد دیگری نداشت. به عنوان مثال در زمینه محیط زیست یا تغییر آب و هوا.
تقریباً در زمینه‌های مالی به هیچ وجه به هدف‌هایش نرسید و در نهایت یک لایحه نیم‌بند تصویب کرد. همینطور در برنامه‌هایی که برای سیستم مالیاتی داشت هم توفیقی حاصل نکرد. دستاورد مهم دولت اوباما در زمینه سیاست داخلی تاکنون لایحه جامع بیمه خدمات درمانی است که در سال 2010 با امضای اوباما تبدیل به قانون شد. البته در تاریخ اوباما اولین رئیس جمهوری است که بعد از بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکایی که پیش از او تلاش‌های ناکام داشتند، توانست اصلاحات جامع خدمات درمانی را پیاده کند. اما البته داستان باراک اوباما هنوز پایان نیافته و او 4 سال دیگر را پیش رو دارد. احتمالاً اوباما در 4 سال نخستش نمره نسبتاً خوبی می‌گیرد. اوباما در سال 2012 در رقابتی نزدیک با میترامنی از حزب جمهوری خواه برای بار دوم با بیش از 270 رای الکترال پیروز قاطع میدان ریاست جمهوری شد. اوبامای دور دوم با اوبامایی که 4 سال پیش وارد کاخ سفید شد تفاوت زیادی کرده، نه فقط از نظر چهره و ظاهر. من فکر میکنم واشنگتن اوباما را تغییر داده. به نظر من اوباما در دوره اول مرد متفاوتی بود نسبت به آنچه که در رقابت‌های انتخاباتی 2012 دیدیم. امروز سیاست ما بیشتر دو قطبی شده بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، وضعی که سالها در کشور حاکم نبود. امروز حتی محافظه‌کارترین دموکرات‌ها لیبرال‌تر از جمهوری خواهان لیبرال هستند. دو حزب در امتداد خطوط ایدئولوژیکشان کاملا متمایز شدند. اخیراً در مذاکرات مربوط به پرتگاه مالی دیدیم که تا چه اندازه رسیدن به مصالحه و توافق دشوار است. اینکه چرا واشنگتن باراک اوباما را تغییر داده دلایل دیگری هم دارد. به نظر من اوباما درون حباب ریاست جمهوری گیر کرده. وقتی کسی رئیس جمهور می شود، دور دنیا با هواپیمای اختصاصی ایرفورس وان پرواز می کند. نه تنها قدرتمندترین رهبر جهان می شود، بلکه شاید قدرتمندترین رهبر کل تاریخ جهان می شود. شما را آقای رئیس جمهور خطاب می کنند و می گویند بله آقای رئیس جمهور، البته آقای رئیس جمهور، شما درست می گویید آقای رئیس جمهور، و در این حباب است که شما تماستان را با مردم عادی و نگرانی هایشان از دست می دهید. در نهایت من فکر می کنم اوباما بیش از اندازه در چنگال مشاورانش قرار گرفته، افرادی که واقعا سیاست ما را مسموم کردند. آنها همیشه مشاوره می دهند که دست پایین را بگیرید، هرگز به شما مشاوره نمی دهند که ریسک کنید. حالا فرض کنید در زمان ابراهام لینکلن شرکت های تبلیغاتی و نظرسنجی پیشنهاد می دادند و مشاوره می کردند. ممکن بود هنوز بردهداری در این کشور در جریان باشد. البته این اغراق است، اما مقصود من این است که در چنین جوی لینکلن هرگز جرأت آن را نمی‌یافت که اعلامیه آزادسازی برده‌ها را صادر کند و اگر می‌خواست نظرسنجی کند تا این حد برای متمم 13 قانون اساسی فشار نمی‌آورد. باراک اوباما تا 4 سال دیگر با خانواده‌اش در کاخ سفید زندگی خواهد کرد. میشل اوباما، بانوی نخست آمریکا، فارغ التحصیل دانشگاه‌های پرینستون و هاروارد، وکیل و فعال اجتماعی است. میشل سال 1992 با باراک اوباما ازدواج کرد که حاصل آن 2 دختر به نام‌های ساشا و مالی است.